مراسم افطار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با گروهی از احزاب سیاسی با حاشیه هایی همراه شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که گروهی از فعالان سیاسی اصولگرا در اعتراض به آنچه حمایت از سران فتنه در این جلسه خواندند، این جلسه را ترک کردند. هرچند که برخی از رسانه‌های داخلی ایران این ادعا را رد می‌کنند. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. اولین مراسم افطار رئیس جمهوری ایران با حضور اصولگرایان و اصلاح طلبان. حسن روحانی در این جلسه که چهارشنبه شب برگزار شد گفته است بنای احزاب در فعالیت‌های سیاسی نباید بر این باشد که یکی بر دیگری پیروز شود و یا یکی دیگری را حذف کند. غلامعلی حداد عادل و کاظم جلالی دو نماینده مجلس، اسدالله بادامچیان از سوی هیئت مؤتلفه اسلامی، الهه کولایه قدرت‌الله علیخانی و غلام حسین کرباسچی از سوی اصلاح طلبان در این جلسه سخنرانی کردند. به نوشته سایت کلمه در این جلسه آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با سید مظلوم خواندن میر حسین موسوی خواستار رفع حصر از او و مهدی کروبی شده است. در واکنش به این موضوع غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته گروهی از اصولگرایان این جلسه را ترک کردند. محسن رحمی دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها اما به خبرگزاری ایلنا گفته است که کسی این جلسه را ترک نکرد. جبهه پیروان خط امام و رهبری هم در اطلاعیه ای نوشته است خط قرمز نظام در این جلسه رعایت نشد. در تصاویری که سایت نهاد ریاست جمهوری ایران از این مراسم افطار منتشر کرده، تصاویر تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین هم به چشم می‌خورد. از جمله غلام عباس توسلی، سخنگوی نهضت آزادی ایران، محمد قوچانی روزنامه‌نگار، محسن امینزاده معاون وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی و فیض الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. آیا این گونه مراسم میتواند راهی برای ورود این افراد به صحنه سیاسی ایران تلقی شود؟ دولت آقای روحانی که با شعار اعتدال بر سر کار آمد و از گفتمانی پیروی میکنه که حاوی مفاهیم ائتلاف طلبانه هست، در واقع رویکردی رو اتخاذ کرد که حاصل اون اعاده وضعیت سیاسی ما قبل 88 هست، یعنی بازگشت اصلاح طلبان به سپهر سیاسی قانونی کشور، منهای در واقع آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. در واقع در گفتمان بنفش شما اصلاح طلبی منهای سبز رو اعاده همچین وضعیتی رو میبینید. دولت حسن روحانی تاکنون نشان داده است که اولویتش تنش زدایی در سیاست خارجی و حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در این میان میگویند که وضعیت آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر در ایران در دو سال گذشته بهبودی نیافته و در برخی موارد بدتر نیز شده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.